یک دفعه موسی خواسته بود در دنیا که الله مرا خود نشان بده، در سپاره نهم آمده، ارینی یا رب من یک دفعه خود نشان گفت لن ترانی، مرا هرگز دیده نمیتونی. در قرآن کریم آمده داستان. خو انسان حریص است، گفت یک دفعه امکان داره که ببینم، گفت نمیتونی داده. گفت انظر الی الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی، به طرف کو نظر کو ای موسی، اگر او در جای خود مستقر ماند تو مرا دیده میتونی، در غیر صورت امکان نداره. الله متعال یک جزی از نور خود را بالای کو ماند، بالای کو انداخت. جعله دک و خر موسا صعقا، کو پارچه پارچه شد و موسا زف کرد، بیهوش افتاد موسی علیه السلام. اون نورش دیده نمیتونه که نورش بالای یک کوی تجلا کرده، یک جزی از نورش. الله نور السماوات والارض، و این با تک تک از بنده ها الله ملاقات میکنه، با تک تک از بنده ها با نامش صداش میکنه، ای فلان بنده، فلان محمد بن احمد، یا احمد بن محمد، یا زینب بنت محمد، همیشتان صدا میکنه، تک تک با الله ملاقات داره. وقتی که بنده را به خود نزدیک میکنه، حدیث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است، ازش سوال میکنه که فلان روز در فلان جا و در فلان مکان در یادت هست که یک معصیت و نافرمانی رو انجام داده بودی؟ گفت آه، خود جایی نیست که دیگه کس انکار کنه، کامراها نصب بوده یه در دنیا، تمامش ثبت هست، تمامش ضبط هست. گفت در یادت هست در فلان جا در فلان مکان گناه رو انجام داده، از انسان ها شرمیدی، از من شرمت نامد؟ گفت با یاد دارم. تمام گناه ها را در این حالت از حدیث رسول الله میگه انسان ای تو فکر میکنه که به خیالم هلاک شدم، وقتی که الله ای تو یادآوری میکنه که به خیالم هلاک شد، نه الله از او خاطر یادآوری نمیکنه. گفت با یاد داری؟ گفت با یاد دارم. انسان فکر کرد که من در حالت هلاکت شاید به طرف جهنم روان باشم. گفت نه، همه اشته برات بخشیدم، بر طرف بهشت، همه گناه هایت را بخشیدم. حتی ایر که بخشیده فاولایی که یبدل الله سیئاتهم حسنات، این گناه های تو را به حسنت تبدیل کردم، به حسنت تبدیلش کردم. یکی از زیبایی های بهشت و یکی از نعمت های بهشت دیدار رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است. امروز 2 میلیارد پیرو داره پیامبر، بعد از 1400 سال که ما او رو ندیده ایم. شنیدن نامش محمد لذت بخش است. 2 میلیارد پیرو داره، چقدر سخنایش، این تمامش سخنای رسول الله، سخنایش به این اندازه زیبا هست. من گفتم چشمت زیبایی را شاید دیده باشه، زیباترین چهره ها در خانه چهره پدر و مادر هست، آرام بخش هست، چهره کسی است که ما دوستش داریم. چهره پیامبر چه قسم خود؟ یک روز یک صحابی نزد رسول الله آمد، یک درس گذاشتن بیان کرد، گفت یا رسول الله، گفت ما که در خانه دلتنگ میشم. گفت جواندوان به طرف مسجد النبی و طرف خانه تو میام که من تو رو یک دفعه ببینم من آرام میشم. گفت در بهشت خود جایگاه های شما بالاتر و اعلاتر و بالاتر هست، ما چه قسم شما را دیده میتونیم؟ گفت انت مع من احببت، تو با کسی در روز قیامت هستی که او رو دوست داری، لحظه لحظه پیامبر را ملاقات کرده میتونی. زیبایی های چشم گاهی اوقات با یک دیدن یک چیز خنک میشه، با دیدن چهره پدر، با دیدن چهره مادر، با دیدن چهره کسی که معشوق داره، با دیدن چهره از او، گاهی اوقات تو همون لحظه آرام میشی. اما معشوق بالاتر از رسول الله شاید وجود نداشته باشه، بالاتر از الله شاید وجود نداشته باشه. او زیبایی صوت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم چه قسم خواب بود؟ پس همه ایش در بهشت وجود داره، بامی زیبایی هایش که مرگ موجه نمیه. راه رسیدن به چی هست؟ راه رسیدن به بهشت از یک دید خیلی آسان، اما از دید حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که میبین میگه حفت الجنت بالمکاره، بهشت با سختی ها پوشانده شده، با دردها و مشکلات و غمها پوشانده شده. آمدن تا به این جره، تا به این درس یک مشکل هست، سردی هست، مشکلات هست، اوضای امنیتی مد نظر هست. با تمام مشکلاتش راه رسیدن به بهشت چه قسم است؟ ابو هریره رضی الله عنه میگه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود در بدن انسان هر مفصلی وجود که داره،
هر مفصلی که وجود در بالایش صدقه هست، هر بند انسانی بند است، بند است، هر کدامش یک بند است، بالای هر کدامش یک صدقه است. رفع خصومت بین دو انسان، این راه های بهشت رفتن است. عنوان درس منبر بیداری معامی بوده که چی کنم تا از اهل بهشت باشم. راه رسیدن به بهشتم خیلی آسان هست. رفع خصومت، رفع دشمنی بین دو برادر مسلمان راه رفتن به بهشت است. یک صدقه هست. صدقه تنها پول دادن نیست. کسایی که از پول برخوردار نیستن، تبسم بروی برادر مسلمان صدقه هست. تبسم کردن، با پیشانی باز برادر مسلمان خود را ملاقات کردن، این صدقه هست. کسر بالای چهارپایش که سوار شده نمیتونه، بالای مرکبش سوار شده نمیتونه. حدیث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم ابو هریره نقل کرده، او را بالای چهارپایش سوار میکنی یا بار که داره ترفه و علیها، او را بالایش بلند میکنی، برات صدقه هست. سخن نیک گفتن به مردم، کلمه زیبا، کلمه امیدوار کننده، کلمه ای که تسلی بخش است، کلمه ای که انسان را باعث تغییرش میشه، باعث متحول شدنش میشه، به یک انسان میگی این راهی رفتن به بهشت است. و همچنان گام برداشتن به سوی نماز، رفتن به سوی مسجد، این همیش صدقه است. حتی تمیت الادیه یا تمیت الاذی عن الطریق، این هم صدقه است. دور کردن یک اذیتی از راه، چی حتی یک پوست کیله باشه، چی یک چیزی اذیت کننده از راه باشه، این هم برات صدقه است. با یادتان باشه، نه گناه اندک را ناچیز بشمارین و نه ثواب اندک را ناچیز بشمارین. خشم خدا و رضایت خدا در اندک چیزها نهفته است که ما خبرم نداریم. شاید تو انسان این شب تهجد خوانده باشی، می در مسجد داخل میشی، یک رفیقت را میبینی اسپرسان میکنه که امروز مسجد رفته بدی، میگه نه. با یک دفعه در قلبت خطور میکنه که من امشب تهجد خواندم و ای هم مسجد نرفته. اینی که در قلبت خطور کرد و یک نوع غرور در دلت پیدا شد، از تو انسان از تو کرده با ارزشمندتر است، از تو که تو تهجد خواندی و نماز صبح را در جماعت نخوانده. شاید با یک گناه خشم خدا بالات بیاید، با یک تصوری که در قلبت کرده نسبت به یک شخصی عزم و جزم کردی. ای گپرا، گناه را اندک نشماریم. و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم. ما گاهی اوقات بعضی چیزا را کوچک میشونه، در نزد خدا خیلی بزرگ است. با چشم حقارت به طرف یک یتیم دیدن، با چشم حقارت با یک کسی که اقتصادش ضعیف است، پول نداره، چهره بد داره، با یک دید نازیبا و یک دید بد و یک دید متکبرانه، شاید تمام اعمالت باطل شود، شاید امو سبب جهنمی شدنت باشه. پس نه، گاهی اوقات شاید میشه با یک سلام کردن، با یک کلمه نیکو نثار کردن با یک برادر مسلمان، شاید راه رفتن به بهشت بر تو آسان بگردانه. عبدالله بن سلام رضی الله عنه میگه، یه جمله علمای یهود بود، بزر پیامبر ایمان آورد، افتاد که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره داخل شد، گفت مردم شتابان و دواندان به طرف رسول الله روان بودن، گفت من هم رفتم در بین مردم، کی است که محمد همه این مردم گفته روان. 500 و چند نفر در مدینه پیش از آمدنش منتظرش هستند، روزها هست که مردم منتظر دیدار پیامبر هستند، ای کی هست؟ گفت وقتی که رفتم که چهره ایم و چهره رسول الله خورد، گفتم والله عظیم، قسم که چهره دروغون است. گفت امو لحظه برش ایمان آدم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله، هیچ معبودی بر حق وجود نداره به غیر از الله و تو رسول الله هستی. گفت اولین کلماتی که پیامبر از پیامبر شنید و میفهمین چی کلمات بود؟ اطعم الطعام، صلوا الارحام، و صلوا بالليل والناس نيام، و همچنان پیش از اطعم الطعام افشوا السلام، در بینتان سلام را مروج بسازین، مردمایتان طعام بدین، و همچنان صلوا الارحام، با یک دیگر رفاقت داشته باشین، قطع ارتباط نکنین، تدخل الجنه بالسلام، به بهشت با سلامتی داخل شوید. چند راه بهشت برای ما نشان داد. سلام را در بینتان منتشر بسازین، تنها به اغنیا، تنها به ثروتمندا، تنها به کسایی که موتورایشان یک کمی تیرایشان دبل است، تنها با اونها سلام دادن، نه با مؤمن سلام بدن، افشو السلام بینکم، اطعم الطعام، مردم را طعام بدن، و همچنان صلوا الارحام، وصل کنن در بین مردم، و در وقت نماز بخوانن که مردم استراحت خواب باشه. من انشاءالله متیقن استم چهره های انسان های تهجد گذار درخشان می باشه. منظور ما سفیدی نیست، سفیدی ای کدام فضیلت نیست، نورانیت چهره یک فضیلت هست. او کسایی که در اخیر شب مردم استراحت می باشه و ای بلند می شود پیشگاه پروردگار خود، با مو جوانی خود، با مو کسی که یا با مو انرژی که داره که توانایی گناه را داره،
قسم به خدا و انسانی که یا او جوانی که، یعنی کسایی که اینجا وجود داره همیشه جوان است. ما یک وقت تعریف جوان را کردیم، جوان او را گفته نمیشه که سنش 20 و 25 و 30 و 35 باشه. جوان او هست که در عبادت پروردگار خود در هر موقعیت آماده هست، اون رو جوان گفته میشه. حتی اگر سنش 60 ساله باشه، مثل مانند دگر والس کنجو نشستگی 50 ساله 50 ساله 60 ساله، او جوان هست. این رو جوان گفته میشه. این جوانی که به پیشگاه پروردگار خود در اخیر شب استاد بشه، ساعت 2 شب یا ساعت 3 شب با پروردگار خود مناجات میکنه، مگر مشکلی برای جوان خواهد ماند که قابل حل نباشه؟ آسانترین راهی رسیدن به بهش نماز شب است. دو چیز از عشق سرمنشه میگیره، این که من خودم فکر کردم، دو چیز از عشق و محبت با پروردگار سرمنشه میگیره. فقط منشه عشق علاقه با با الله است، دیگه هیچ منشه ای نداره. یک نماز شب، یک جهاد فی سبیل الله. کسی که نماز شب میخونه و کسی که جهاد در راه الله میکنه به خاطر الله میکنه، این دویش از عشق سرمنشه میگیره، دیگه هیچ چیز وجود نداره. در ضمن از اینکه ایمان به پروردگار داره، این عشق و علاقه و ملاقات و ملاقات شدن با پروردگار کار داره. این عادت خود بگردانیم، این عادت خود بگردانیم. والله العظیم قسم، او کسی که عادت نماز شب داره، دیگه چیزی رسیدن به چیزی بر او محال نیست، دیگه هیچ چیز به او محال نیست. آسان ترین و راه رسیدن به بهش نماز شب هست. و ای تو نماز شب نخوانی که در بین مردم روز آمدیم که دیگه فکر کنه که من پیغمبر هستم، دیگه مردم دیگه پیروای من هست. نعوذ بالله من ذلک. ابن سیرین رحمه الله معبر خواب که تعبیر میکنه، میگو از طرف شب ای تو گریه میکرد مثل که یک انسان را قتل کرده باشه، اما روز در بین مردم که میرفت میگه ای تو میگشت، ای تو زیبا و ای تو شفاف میگشت مثل که شوخترین و مسترین اینمی باشه. مولوی صاحب شهید امی عبادت داشت، مولوی صاحب شهید عرفانی، گاهی اوقات که میدیدش فکر میکرده که خیلی مست است، اما لباسایش را و گشت و گذارش را و چست و چالاک رفتنش را. اما او کسی بود که نماز شبش قضایی نداشته الا ماشاءالله که ضعف بشری است. ایتو یک گشت و گذار که در بین مردم ماز دیدی چهره مردم معلوم نمیشه که اینجا نصرت یک نیم متر بالاتر نشستگی باشه، شاید جایگاهشون بالاتر باشه. او جایگاه نزد خدا معلوم است که کی جایگاهش بالاتر است. بعضی بالاتر رفتن ها به این خاطر است که خدا بعض اوقات آدم بالا میبره که باز خوب محکم به زمین بزنه. از او حالت پناه به خدا. پس راههای رفتن به بهشت است. پس با شکار لحظه ها و پیدا کردن این فرصت ها به این راه رسیدن به بهشت خود را ترسیم کنیم، نقشه کشی کنیم، پیدا کنیم که کدام راه من به بهشت وصل شوم. یکی عبادت. عقبه بن عامر میگه ما مسئول نگهداری شترهای زکات بودیم. گفت یک شب نوبت ما رسید، گفت من شترها را به طویله میگن یا به پیتو میگن؟ گفت داخلش کردم. گفت یک جای دیدم که رسول الله برای صحابه گپ میزد، بیان میکرد. گفت یک حدیث زیبای از رسول الله شنیدم، راه آسان ترین راهی به بهشت، رفتن به بهشت. گفت از رسول الله یک چیز زیبای را شنیدم، گفت هیچ مسلمان نیست که وضو بگیره و وضوی خیش را خوب کامل بکنه و بعد از وضو دو رکعت نماز بخونه که تحیت الوضو گفته میشه، تحیت الوضو گفته میشه، این با اخلاص کامل ادا بکنه، وجبت له الجنه، بهشت بالای انسان واجب شد. چقدر آسان هست. وضو گرفتن با طریقه درست و دو رکعت نماز را ادا کردن، این چیزها را که میگیم باز عمل دلتان باشه، در ذهنتان در فکرتان باشه که فراموش ما نشه، وجبت له الجنه، بهشت سرزی واجب شد. رسول الله میگه من در بهشت در سفر معراج گرفتم، خب بهشت را لمس کرد با تمام چیزهایش. گفت یک صدا در گوش من میامد، گفت از جبرئیل سوال کردم که صدای پای که از بهشت به گوش من میرسه از کی است؟ گفت صدای پای بلال هست رضی الله عنه. رسول الله گفت من از بلال پرسان کردم که بلال چی عمل داری که من پیش از رسیدن تو ما وجود صدای پای تو را حس میکردم، میفهمید که پای بلال هست و ایجا کسی هست که باید بلال بیاید، نامش بلال هست. گفت برای من جبرئیل گفت که جای بلال هست. گفت من هیچ وقت تا وضوی نگرفتم مگرم بعد از دو رکعت نماز خواندم. گفت نمی وصف تو است که من تو صدای پای تو را در بهشت میشنید. آسان ترین راه رسیدن به بهشت وقتی که در وضو میگیره در مسجد بیا داخل شو دو رکعت نماز بخون. این دو رکعت نماز هم تحیت الوضو میشه هم تحیت المسجد میشه. تو به نهایت تحیت الوضو بخون، وقتی که داخل شدم تحیت الوضو میشه یک ثواب، تحیت المسجد دیگه ثواب، هر دویش نفل هست، هر دویش در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله ثابت است. یکی رو شنید که وجبت له الجنه،
حضرت عمر بلند شد گفت ما زیکت زیباتر میشینیم توی کمی نوختر آمده. گفت تو مصروف شطرها بودی. گفت ما زیکت زیباتر شنیدیم. گفت چه قسم؟ گفت ما منكم من احد يتوضا فيصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. گفت ماز رسول الله قبل از اینکه تو دیگه داخل شی یک حدیث دیگر شده که کسی وضو بگیره بعد از وضوی کلمات را بخونه که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسول. امی قدر بعد از یک راوی یک حدیث دیگر هم نقل کرده که بگو یک اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. میگه هشت دروازه بهشت برزی باز هست الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه، یعنی هشت دروازه بهشت، يدخل من ايها شاء، داخل شو از هر دروازهش که داخل میشه. یزو کدام آسانتر شد؟ گفت ما از یکت زیباتر آسانتر شدیم. وجبت له الجنه، بر زی انسان بهشت واجب شد. عائشه رضی الله عنها میگه از رسول الله شنیدم که میگه دو رکعت نماز صبح، سنت صبح، رکعت الفجر خیر من الدنيا وما فيها. یعنی دو رکعت نماز صبح را که ما ادا میکنیم پیش از نماز فرض، دو رکعت سنت را، ای از دنیا و چیزی که در دنیا است از او بالاتر و اولاتر و بهتر است، خیر است، راه رسیدن به بهشت. حدیث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است، میگه نماز سنت صبح را ترک نکنید اگر شترها و اسبها بالا شما لغت کنه، شما را زیر پا کنه، این در میدان جنگ هم باشید سنت صبح را ترک نکنید، پیش از او بخوانید. این منظور است که وقتی که برای جماعت آمادگی میگیرین یک کمی وقت‌تر بالاتر شوین که بالا شوین که تونه شو که نماز فرض از شما بگذره و شما سنتتون ترک شوه، نه آمادگی داشته باشین برین سنتتون را به آرامی بخونین و منتظر نماز فرض باشه. نماز جماعت، حدیث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است، میگه کسی که در نماز رو در مسجد ادا میکنه یک نماز به 25 نماز تبدیل میشه، یک نماز در یک روایت دیگه میاد آمده که 27 درجه ثواب داره. 27 درجه ما اگر در خانه خود نماز رو ادا کنیم روزانه 5 نماز ادا میکنیم، اگر در مسجد ادا کنیم 5 ضرب 27 135 یا 5 ضرب 25 125 ان شاء الله. جالب است که یک جای ما رو یک نفر 5 روپه معاش بده و در دیگه جای 135 روپه معاش بده. عقلی رو تقاضا میکنه و فطرت انسانی رو تقاضا رو که 135 دلار ایش خوبش است به خدا. اما 135 دلار 5 دلار رو چی کنم؟ اما 135 دلارش خوبش است. اما ما گاهی اوقات 135 برابر نماز ره که هم در مقابل مقایسه با دلار اصلا قابل مقایسه نیست، ما این رو ترک میکنیم در مسجد در خانه نماز میکنیم. آسان ترین راه رسیدن به بهشت، یکی از بزرگا میگه، نامش فراموش ما شده، میگه کسی که در نماز پیشین، این نماز ظهر، در گرمی ها عرق از پیشانیش چکان چکان هست یا سر رویش صورتش در حال جریان هست، میگه عرق زی ارزشمندتر از عشق شب هست که در اخیر شب میریزه، از او که در ارزشمندتر هست. یکی دیگه از بزرگا میگه، میگه شما 5 وقت نمازتان رو که ادا کنن، 5 وقت نمازتان رو در مسجد با طریقهش ادا بکنن، گفت به اندازه پوری آسمان و زمین شما ثواب انجام دادین. 5 وقت نماز خود را با طریقه درست. یک عربی صحرانشین گپا بیاد میگه الحدیث بالحدیث یثر، گپ از گپ میخیزه به اصطلاح. یک صحابی نظر رسول الله بود، یک صحرانشین، یک کوچی به اصطلاح، صحرانشین کسی که در صحرا نشست داره، برای پیامبر هم گفت یا رسول الله راهی بهشت برای ما بگو چی کنم؟ گفت 5 وقت نماز ادا کن. گفت به خدا قسم انجامش بدم. گفت دیگه چی کنم؟ گفت زکات. گفت به خدا قسم انجامش بدم. همین 5 رکن اسلام رو برش بیان کرد. گفت لا ازید ولا انقص منه. گفت نه ازید اضافه تر میکنم نه ازید کم، به خدا قسم میتونش میکنم. یکی وقتی که ازید خارج شد دیگه هیچ چیزو نکردن، نفلیات یادواری نکرد، هیچ نفل را بیان نکرد. پیامبر گفت اگه گپ خود صادق باشه بهشتی هست. فقط زکات رو یاد کرد، 5 وقت نماز رو یادواری کرد، چیز 5 رکن اسلام بس خلاص. ما این تو فکر میکنیم که اگر 5 وقت نماز ارزش، 5 وقت گاهی وقت بخی فراموش ما میشه، ارزش سنت ها فراموش ما میشه. ما در روز 12 رکعت سنت میخوانیم. حدیث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله که هر 12 رکعت که تو در مقابلش میخوانی یک قصر در بهش برات آباد میشه. تو خود فکر به کجا رسیده باشه، جایگاه تو انسان به کجا رسیده باشه. ای از نگاه عبادت به بهشت داخل شدن. کسی که میگه در مسجد میه پیش از نماز داخل میشه، ما خود در وقت تکبیر الله دوان دوان میریم و از دواخانه و از دکان و از حساب و کتاب خود فارغ میشیم، حضورم با عجله سراسیمه میم الله اکبرون در رکوع ملاسبه گیر مونیم، ما رو تا
تکبیر اولا و تکبیر رکوع رو یک جای میگیم که نمازم درست نمیشه. تکبیر اولا رو در تکبیر رکوع داخل میکنه. در حالی که میگه اگر کسی وقت در مسجد داخل میشه و ایرا از جایش خارج نکرده باشه در به خاطر آمدن به مسجد مگرم نماز و دیگه اراده ایم نداشته باشه و به خاطر تخت سنگ مسجدم نامده باشه در زمستان برم مسجد خوب گرمم است او گرمم داره امورو نکو تو ما وقت تر میرم در مسجد ملک برش انتخاب میشی در مسجد نشستگی است به منتظر نماز است میگه مادامی که در مسجد نشستگی است ای در نماز است و ملک برش انتخاب شده دعا میکنه که اللهم اغفره اللهم ارحمه اللهم اغفره اللهم ارحمه دعای ملک رد میشه ها خیر آسان ترین راه رسیدن به بهشت خوشا به حال او کسایی که پیش از وقت به مسجد میان. نماز جنازه. نماز جنازه را خود ما مختص به مردم کردیم که شناخته باشه. یک کم ثروت و قدرت داشته باشه. ولی فلان سب چی کرده؟ وفات کرده. نه این حق فلان سب نیست. حق مسلم سب هست. حق المسلم علی المسلم خمسون یا حق المسلم علی المسلم ستون. پنج است. حق مسلمان بالای مسلمان یا اطفال ما شما میاد داره. یکیش چی است؟ اتباع الجنائز. جنازات پشت جنازه دو قیرات ثواب داره دو قیرات کسی که در جنازه اشتراک میکنه یک قیرات و کسی که تاب تدفینش را این دفن کردنش هم اشتراک داره دو قیرات صحابه سوال کردن که یا رسول الله مال قیرات این قیراتش چی است گفت اندکترین کوچکترینش کوچکترین قیرات ثواب به اندازه کوی احد است دو قیرات روزانه که یک جای خبر میشم حاجی دگروال سه بعضی ثواب میشم که حاجی دگروال سه قیراتا و ثوابش به کجا رسیده باشه خوشا به حال اجد اگر والسه که عزیز ثواب باقی نمانده جایی که جنازه بود خود بر اشتراک کنن خیر است که فرض کفایی است میگم از قریه ما یک رفته اومد یک مسئله فقهی است که فرض کفایی از یک منطقه کس رفت سر دیگه مردم ساقط میشه نه ثوابش که ساقط نمیشه برو ثوابش استون باشه دیگه دیگه عبادت حدیث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است میگه من صام یوما فی سبیل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خریفا میگه کسی که یک روز روزه نفلی میگه روزه دوشنبه و پنجشنبه روزه خیلی کوتاه 12 ساعت است یا 11 و نیم ساعت است هیچ خبرم نمیشه کسی که یک روز روزه میگیره 70 سال از دوزخ دور میشه آسان ترین راه رسیدن به بهشت ما سر خود سخت فکر میکنیم چی تو خواست شد چه قسم خواست شد مساجد عبیدالله خولانی میگه میگه من از عثمان بن عفان رضی الله عنه شنیدم میگه مسجد النبوی رو توسط پول خود توسعه داد میگه مردم از پشتش گپ میزد اعتراض میکرد که تو چی کردی و فلان کردی خب مردم همه کارای خوبه نقد میکنن چی هدف خواست داشت و چی خواست کرد و چی قسم خواست شد گفت مردم شما خواهید تراست بکنید ولی مز رسول الله شدید که کسی که مسجد را بنا میسازه یا خانه الله را بنا میسازه الله مطار قصر در بهشت برزو آماده میسازه رسول الله با او وعده کرده که قصر در بهشت مبارکت باشه عثمان رضی الله عنه تبرانی از حدیث را از ابی امامه نقل کرده و او از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم میگه کسی که در مسجد میه شما را میگه به خاطر آموختن یا به خاطر یاد دادن یا یاد میگیره یا به دیگه مردم میرسانه میگه ثوابش به اندازه یک حج کامل قبول شده هست حدیث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله است مثل که شما از اینجا خارج میشین اینجا بنا به کدام هدف دیگه نامادیم قصد یاد گرفتن و یاد دادن هست مثل که یک حج کامل رو ثواب گرفته باشه و ذکر و نیایش هم راه رسیدن به بهشت است یکی از صفات اولیای خدا است که همیشه زبانش به ذکر مصروف میباشه حتما یا سبحان الله یا استغفر الله یا درود یا ذکر یک چیز رو مقصد یاد داره اما چیزی که برات آسان است امور یاد کن لا اله الا الله یا استغفر الله سبحان الله یک روز یک صحابی نزد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله گفت یا رسول الله گفت کدام ذکر خیلی انجام میدم گویا وقت بعضی مردم پرسان میکنه خیلی علاقه من به این چیزا هستن کدام ذکر استغفر الله یک ثواب داره لا اله الا الله دیگه ثواب هر کدامش ثوابش رو ببینی مشتاق هر کدامش میشه که به کدام طرفش حرکت کنم یک صحابی نزد رسول الله آمد گفت یا رسول الله چقدر درود بخونم گفت یک حصه ای از کار خود را درود بگردانم درست است؟ گفت یک کمی اضافه ترش کن گفت نصفش ده نصفی از کار خود را درود بگردانم درست است؟ گفت کمی اضافه ترش کن گفت سه بخشش ده که چهار بخش کنیم تمام از کار را سه بخش درود بگویم بس است؟ گفت اضافه ترش کن گفت های کلش درود میگم گفت اذن تکفی همک و تغفر ذنبک گفت ده ای در وقت که به این حالت رسید که تمام از کار درود خواندن شد تمام غم و همه مشکلاتت را کفایت میکنه و تمام گناهات بخشیده میشه. وظیفه تان باشه تا سبا می وقت 1000 دفعه درود فراموش ما نشه. یک روز صحابه در بین رسول الله در بین صحابه نشستگی بودن یک حدیث را بیان گفت کلمتان خفیفتان
على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن دو كلمه هست خلينا آسان ترین راه رسیدن به بهشت دو کلمه هست سر زبان خیلی آسان در میزان و ترازوی اعمال خیلی ثقیل و خیلی حبیب و محبوب نزد الله سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم امیر بلند میخوانیم سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم ای آسان هست فراموش ما نشه ای آسان هست در نزد الله خیلی محبوب در ترازوی میزان خیلی ثقیل در زبان یک ثانیه و دو ثانیه رو وقتم شاید نگره سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم دو ثانیه وقت رو میگیره اما در نزد الله خیلی محبوب هست در وقت مصیبت یک دعا رو خواندن اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلفنی خیرا من یا انا لله و انا الیه راجعون ما کدام مصیبت پیش میشه الله این نه راه و روش دین ما ایتو نیست بزودترین فرصت حتی که برقتون خاموش میشه انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلفنی خیرا من ام سلمہ ابو شوهرش ابو سلمہ نام داره وفات کرده بود ام سلمہ خیلی پریشان بود که شوهر ما وفات کرده نزد رسول الله گفت یا رسول الله رئیس جمهور ما وفات کرده به اصطلاح ما شما باشه کم کم خندم کنه گفت چی کنم هیچ طاقت و توانایی از این غم را ندارم خیلی بالای مستقیل هست سخت است او زنا و شوهرهایی که با هم محبت دارن و باز دوریشان مثل عاشق مشوق هستند که به اصطلاح خصوصا کسایی که نامزد هستند یا خوشحال هستند رسول الله برش یک توصیه میکنه میگه من یک دعا رو برات یاد میدم دعا کو که اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلفنی خیرا منه امی دعا رو بگم رایت اللهم تعالی تو رو صبر میده و تو رو بهتر از ابو سلمہ نصیب میکنه این میرفت در خانه دعا میکرد که اللهم اجرنی فی مصیبتی خدای مرا در مصیبت من صبر نصیب کو اینو نمیگفت که و اخلفنی خیرا منه مرا بهتر از این نصیب کو چرا که در زعمش زن یا در زعم خانم در فکر خانم بهتر از شوهرش هیچ کس پیدا نمیشه حتی اگر چهار عیب شریعه هم باشه هم برش مشکل نیست نه شوهر من خب دیگه یوسف است او برش ای زلیخا هست هر قسم که باشه یعنی شما این کسایی که متأهل هستن تجربه دارن دیگه بهترین کس زن شوهرش است یه دعا را نمیکرد رفت نزد رسول الله گفت فلان نمیشه و خلفنی خیرم از ابو سلمہ که کس درست پیدا میشه رسول الله میگه تو برو دعا را کن این یک عبادت است رفت با زور زور خواند رس که اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلفنی خیرم این یه روز تکرار کرد رئیس خدای بهتر از این نصیب من کن و اخلفنی خیرم منه نماز دیگر میشه بعد از نماز دیگر دروازه خانه ام سلمہ تق تق میشه خواستگار خود رسول الله است و اخلفنی خیرم منه بهتر از این من نصیب کن آیا رسول الله با ابو سلمہ قبل مقایسه اصلا نه این دعا و عبادت اینقدر ارزشمند است دیگر راه رسیدن که دوی دیگر باقی مونده بس خلاص صدقه دادن کیر سعدی سم گفت صدقه دادن کار مردا هست و نماز خواندن کار زنا ای به این معنا نه که ایره خدای نکرده او رو کم شمرده باشه ایره فلان شمرده باشه نماز ارزش بالاتر و بالاتر داره اما مردا پول مصرف میکنه مردا میگه به جای اینکه من دو رکعت نفل بخونم ما به خاطر توصیه دین از پول خود استفاده میکنم در قرآن کریم اگر دیده باشین اکثریت جای پیش از نفس مال ذکر شده یک جای در قرآن کریم نفس پیش از این جان پیش از مال ذکر شده در 70 چند جا مال اول است مردم مال مصرف میکنه از زنجیر جیب توانیش داره که دفعه کشش کنه کشش کنه باز ببخشه مثل عثمان و عبدالرحمن بن عوف و ابو دحداح و این کسا مثل ابو بکر و عمر مثل کسایی که مساجد و مدارس و جایی را بنا میکنن انسان تربیه میکنن انسان توسط پول خود شاید اینجا کسایی باشه که اصلا اینجا حضور نداشته باشه اما این میز و میکروفون فلان و فلان توسط پول زو ساخته شده او در خانه خود در شاید در سر تخت سنگ نشستگی باشه ثواب برش رسیده روان است یه راه رسیدن به بهشت است میگه کسی که صدقه میده میگه پیش از اینکه صدقه در دست صدقه دهنده قرار بگیره میگه در دست الله قرار میگیره صدقه قبل از اینکه تو به مسکین میده بلاس بلاکیف الله است میگه یربیها اینو تربیه میکنه همین صدقه ای تو رو تربیه میکنه بزرگ میکنه مثل که میگه کس چوچه شطور خود را یه حدیث رسول الله است چوچه شطور خود را بزرگ میکنه که میرسه به اندازه جبل به اندازه کوه یک روپی تو به اندازه یک کوه مقایسه میشه به اندازه ای الله بزرگ میرسه او به اندازه اخلاص کس تعلق داره و دیگه راه رسیدن به بهشت زمستان است رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگه انا و کافل الیتیم هکذا یا که هاتین میگه ما و کسی که یتیم را سرپرستی میکنه در بهشت این قسم هستیم میگه با دو صحابه گفتن که اشاره کرد با دو انگشت خود
مخ چیزای گرم گرم پوشیدیم، شاید امی لحظه سه چهار چیز را سر یک دیگه پوشیده باشیم، اما تو کسایی هست که یک دانایشون نداره. او مؤمن کامل نیست که خودش گرم بپوشه و همسایش در یخ زندگی بکنه، خودش شکمش سیر باشه و همسایش گرسنه باشه. ما خب بخاری های ترکی هست، سب تخت سنگا گرم است، یا مرکز گرمی و فلان و فلان، یا حمامای گرم با شاور و با تمام گپایش منظم. اما کسایی هستن که اصلا برای گرم کردن چیزی ندارن. میره گاهی وقتم خانه های مردم یک کم کنم دق قلباب کنم دروازه هایشون، خیلی خوشحال میشن. شاید تمام اعمال شما نزد الله ارزشمند نباشه، مگر یک کسی که تبسم در لبش تجاری کردی و مرسم کرده شاید نزد الله خیلی ارزشمند باشه. و آخرین راه رفتن به بهشت، آسان ترینش، با عظمت ترینش، جهاد فی سبیل الله است. مام زنام جهاد یک کمی حراس داره، ولی در مورد جهادم گپ زد. نه، یک حکم خدا هست. همین قسمی که نماز هست یک حکم خدا، جهادم یک حکم خدا هست. مثل که نماز از خود شرایط داره، جهادم از خود شرایط داره. عزت و آبرو و عظمت و بزرگی افغانستان که در سطح جهان میدرخشه از جهادش است. یکی ما امروز با عزت زندگی میکنیم، امروز که ما یک کلمه حق را گفته میتونیم، این از برکت جهاد هست. برن پرسان کنن از انگلیس و روسیه و آمریکا و کسایی که در اینجا آمدن یک دفعه تجربه کردن، پرسان کنن یک دفعه. و یگانه چیزی که هراس داره از جهاد مسلمان ها هراس داره، همزو خاطر نامه جهاد علیه مواد مخدر، جهاد علیه تریاک، جهاد علیه مبارزه با فساد، نامه از اون تغییر داده که مردم این طرف فکر شوه. و امروز از این هراس داره، از این هراس داره که مسلمان ها کدام روز علیه ما بلند نشوند. و از این هراس داره، همزو خاطر نامه‌اش را به یک قسم قسم تبدیل کرده، فکر مردم تغییر داده. اما جهاد شرطش چیست؟ در قرآن کریم هر جای کلمه جهاد ذکر شده یا قتل و قتال ذکر شده، در پهلوش فی سبیل الله هست. که فی سبیل الله نبود، مردود هست، رد هست، باطل هست. اما که فی سبیل الله باشه، یک روز یک صحابی نزد رسول الله آمد، گفت یا رسول الله بهترین اعمال چیست؟ گفت الجهاد فی سبیل الله. آسان ترین راه رسیدن به بهشت جهاد هست. ای کسی که مجاهد هست و فی سبیل الله به شهادت میرسه، در هر مقطعی از دنیا که قرار داشته باشه، قضیه حساب کتاب نمیشه. با اولین قطره ای که خونی که از بدن از خارج میشه، گناهی از بخشیده میشه. 70 حور بهشتی ای خانم همسر داره و ای 70 نفر از اهالی خانواده خود شفاعت میکنه. ما هر خانه ما شهید داره، اما شهید فی سبیل الله. ای تو نشوه که دوستم رو بگیم که در افغانستان یک 15 امریکایی هم به شهادت رسیده. ای تو نشوه، ای تو نکه دیگه باز هر کس شهید بگویم. فقط شهید فی سبیل الله بخاطر الله می جنگه و بخاطر الله، بخاطر اسلام می جنگه، فقط بخاطر اسلام یا بخاطر دفاع از مال خود. اینی که شهادت فی سبیل الله است. اما غیر از او دیگه، چی نماز باشه، چی روزه باشه، چی زکات باشه، چی جهاد باشه، چی هر چیزی باشه که بخاطر خدا نباشه، همهش مردود هست و شرک هست که بخاطر غیر الله باشه. انشالله گپا گرفته شده باشه. در مورد حدیث رسول گرامی صلی الله علیه و آله در مورد جهاد میگه افلا نبشر الناس، میگه ما بشارت ندم مردم را. صحابه گفت بله یا رسول الله، بگو. گفت ان فی الجنه 100 درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجين كما بين السماء والارض. میگه در بهش 100 درجه، 100 درجه ما نه که یک دو سه 100 بس خلاص، نه، و 100 درجه نزد الله. گفتم که او چیزی کار خود را با کار الله مقایسه نکنیم، حساب خود را با حساب الله مقایسه نکنیم، نیست قسم. گفت 100 درجه است ای آماده شده برای مجاهدین فی سبیل الله. اعد الله للمجاهدین فی سبیل الله. فاصله بین این 100 درجه چقدر هست؟ فاصله اش بین آسمان و زمین هست. از هر درجه این فقط برای مجاهدین فی سبیل الله هست. او جهاد دیگه ضرورت هست، طبق ضرورت. اگر گاهی اوقات در مقابل کفار قرار میگیم که او با قلم قدرت جنگ میکرد، با قلم قدرتش بجنگ. اگر با سخن هم رایت می جنگ، با سخن هم رایش بجنگ. مثل که ما در حال جنگ هستم این لحظه، در مورد جهاد هستم این لحظه. اگر در مقابل اسلحه استفاده میکنه، در مقابل باز اسلحه استفاده میشه. بازو جایی نمیشه که من دیگه نه اسلحه این خاموش باشه، ای تو نه. اگه ای تو باش خب بگیم دیگه پدرای من جهاد نکرد و پدرام دیگه اشتباه کرده بودن تا اینقدر وقت. نه یه گپ را نزنیم. هر چیز بر مبنای اینکه فی سبیل الله بس خلاص. دیگه کار عملی دیگه وجود نخواهد که ما کدام کار عملی به شما بدیم که کار عملی چی باشه. کار عملی فقط همی است که تا فردا میفته هزار دفعه درود فراموشی ما نشوه، توانایش از مشکل نداره.
مشکل نیست. امیل لحظه شروع کنیم، شاید تسبیح های الکترونیکی یک وقت وظیفه دادن که یک تسبیح الکترونیکی از برقی رایتون داشته باشین، مشکل نیست. کس براتون بگه، شاید مردم بگه که کم کم ریاکاری. نه ریاکاری نیست، تو کار خودت کن. پشت گپ مردم نگن که مردم چی میگه. نماز اشراق فراموش نشه، بندازه عمره ثواب داره دیگه. این نماز اشراق و اوابین و تهجد و سرمزی شب هم ساعتایتون یکم کم کوک کنن بخیر. کل ما کوک میکنیم، من ان شاء الله کوک میکنم، بلند میشم. اگر 3 بجه توانایی شو دارین، 4 بجه توانایی شو دارین، 4 نیم بجه توانایی شو دارین، پاو کم 5 توانایی شو دارین، فقط بلند شب ها دراز است، بخیر بغل آدم درد میگیره، خیلی خواب استراحت. اگر حق گفته باشم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، اگر ناحق گفته باشم سهم شیطان بوده، در حق ان شاء الله کس خفه نمیشه. اگر خفش پروا نداره، در حق میشه. اگر حق بگین کس خفش مشکل نیست، و در ناحق ان شاء الله هیچ کس خفه. اگر خفه شده باشه، اول از الله تعالی معذرت میخوام. بعد از شما دوستا یک دو اطلاع داریم. دروس زمستانی رادیو سعادت شروع میشه، در مساجد که هر زمستان جریان داره، از ساعت 11 الی 12 درس میباشه. در این مسجد ختم شدیم، یک درس هست دوج اشتراک بکنیم. و دروس زمستانی خود دار قرآن مسعود عمیرم شروع شده، سبت نام جریان داره. و مسابقه ای که عقاید اسلامی با برکت دعای شما دوستا، این یک بشارت برای شما باشه. تقریبا 1900 چند نفر در مسابقه اشتراک کرده، 1900 چند نفر در مسابقه عقاید اسلامی. این در مسابقه ای که مسابقه میکنن با یکدیگر که خدا رو بشناسن، این یک نوع امیدواری، یک نوع بر انسان روشنایی پیدا میشه. و دیگه در درسی که زمستانه فعلا اینجا جریان داره، 500 نفر یا 400 نفر اونجا فعلا حال تدریس هستن، و یه دیگه تعدادشون به 800 نفر دیگه فعلا، کسایی که باز زمستان و تابستان شاگردایش به 800 یا 900 نفر فعلا رسیدگی است. بین مشمولین و جمعی از ما داخل شون فرق نداره که سن ما چقدر بزرگ باشه، سن ما چقدر خرد باشه. درس خواندن مصروف مختص به جوانا و نوجوانا نیست، کسایی که تا هر سنشان این توانایی رفتن به درس داشته باشن باید برون. از توجه و حوصله مندی شما تشکر، و کسایی که ما را در شبکه‌های اجتماعی می‌دیدن از اونها هم تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.